در سومین روز حضور مخالفان مسلح قذافی در شهر طرابلس پایتخت لیبی، اقامتگاه رهبر این کشور به تصرف درآمد. بر اساس این گزارش مخالفان قذافی در حالی وارد منطقه باب العزیزه در طرابلس شدند که جنگنده های ناتو بر فراز پایتخت لیبی به پرواز درآمده بودند. اگرچه منطقه باب العزیزه در تصرف مخالفان قذافی است، اما همچنان درگیری‌های پراکنده مخابره می‌شود. همزمان ابراهیم دباشی، نماینده لیبی در سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که تا 3 روز آینده کنترل سراسر لیبی به طور کامل در دست مخالفان قذافی خواهد بود. مخالفان مسلح قذافی علاوه بر تلاش برای به کنترل کامل درآوردن طرابلس، گروهی از نیروهای خود را برای کنترل جاده‌های بین شهری بسیج کردند. در شرق این کشور نیز شهر نفتخیز رسلانوف به تصرف مخالفان درآمده است و بامداد امروز ارتش وفادار به قذافی مجبور به عقب نشینی به سوی حومه شهر بنجواد شد. از سوی دیگر خبر می‌رسد که مخالفان در شهر بنغازی که مهمترین پایگاه آنان به شمار می‌آید، سقوط حکومت را جشن گرفتند. مخالفان از 15 فوریه تا کنون علیه حکومت قذافی سلاح به دست گرفتند.